کابوس ولی فقیه ارتجا از ساختمان‌های شهر اشرف و پیامدهای قیام مردم عراق. خبرگزاری سپاه پاسداران: چرا ساختمان‌های پادگان اشرف پس از تخلیه تخریب نشدند؟ تا کنون چندین بار مهلت ارائه شده از سوی دولت عراق برای تخلیه پادگان اشرف به بهانه‌های واهی نقض شده. صرف هزینه برای راهندازی راهپیمایی‌های اعتراضی از فعالیت‌های مجاهدین برای باقی ماندن در عراق است. مشغول سازی دولت عراق به بحران‌های داخلی باعث می‌شود اخراج مجاهدین از این کشور از اولویت دولت عراق خارج شود. خبرگزاری سپاه پاسداران 1 بهمن 1391: چرا ساختمان‌های پادگان اشرف پس از تخلیه تخریب نشدند؟ بررسی تحرکات مجاهدین در عراق نشان می‌دهد که سران این گروهک همه تمرکز خود را بر حفظ این تشکیلات در کشور عراق و البته بازگشت به پادگان اشرف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دیدبان، پس از خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق و تثبیت حاکمیت دولت قانون در این کشور که در واقع منتخب ملت عراق است، دولت نوری مالکی همه تمرکز خود را بر روی برقراری امنیت در این کشور قرار داد، مسئله‌ای که اولین اولویت عراق در رسیدن به ثبات و آرامش محسوب می‌شد. تصمیم دولت عراق در قبال مجاهدین به آنجا رسید که با حضور سازمان ملل و نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان این سازمان قرار بر این شد که دولت عراق به مجاهدین برای ترک خاک این کشور مهلت دهد. هرچند تا کنون چندین بار مهلت ارائه شده از سوی دولت عراق برای تخلیه پادگان اشرف به بهانه‌های واهی نقض شده و هنوز هم تعدادی اندک از اعضای مجاهدین در این پادگان باقی مانده‌اند و همچنین به دلیل عدم پذیرش کشورهای پناهنده پذیر ترک خاک عراق نیز انجام نگرفته است، اما تحرکات مجاهدین نیز به خوبی نشان می‌دهد که سران این گروهک هنوز هم به ماندن در عراق و بازگشت به پادگان اشرف امید دارند. اولین نکته‌ای که در بازدید گروه خبرنگاران از بخش‌های آزاد شده پادگان اشرف به دست آمد این بود که اعضای مجاهدین لوازم و ادوات اداری، تأسیساتی و غیره را که نتوانسته بودند از این پادگان خارج کنند کاملا تخریب کرده، به نحوی که استفاده از این ادوات ممکن نباشد. اما در همین حال نکته‌ای که خیلی به چشم می آمد سالم بودن ساختمان‌های این پادگان بود که هیچ تخریبی در آنها صورت نگرفته بود. این موضوع به عنوان اولین نشان مشخص می کرد که اعضای مجاهدین امید دارند در آینده دور یا نزدیک دوباره به این پادگان غصبی بازگردند و با سالم گذاشتن ساختمان‌های این پادگان مانع صرف هزینه دوباره برای بازسازی تأسیسات و بناهای اشرف شوند. فعالیت‌های مجاهدین برای دستیابی به این هدف غیر از تحرکات عوامل این گروهک در اروپا و آمریکا از طریق دخالت در جریان‌های داخلی عراق نیز پیگیری می‌شود. ملاقات‌های پیاپی عوامل مجاهدین با واسطه یا بی‌واسطه با برخی اعضای پارلمان عراق و مخالفان دولت نوری مالکی از جمله فهرست العراقیه و دامن زدن این گروه به اختلافات داخلی این کشور که تا سرحد صرف هزینه برای راه‌اندازی راهپیمایی‌های اعتراضی نیز پیش رفته است، از جمله فعالیت‌های مجاهدین برای باقی ماندن در عراق است. به عبارت دیگر سران این گروهک به خوبی می دانند
که مشغول سازی دولت عراق به بحران‌های داخلی باعث می‌شود که اخراج مجاهدین از این کشور از اولویت دولت عراق خارج شود و این موضوع برای مجاهدین به منزله خرید زمان است که راه کاری جدید را برای باقی ماندن در این کشور اجرا کنند.